با نام و یاد خدا، سلام و عرض احترام خدمت دانش آموزان عزیز پایه نهم. من هادی چای فروشان هستم با مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در خدمت شما هستم تا بتونم این درس رو به خوبی به شما آموزش بدم. این محصول با همکاری مؤسسه محترم اندیشه سازان روشنگر که این مؤسسه در دروس مختلف فنی و آموزشی فعالیت داره و چنانچه تمایل دارید محصولات این مؤسسه رو تهیه بفرمایید به سایت fandars.ir مراجعه بفرمایید و از محصولات بسیار متنوع و جذاب این مؤسسه استفاده بفرمایید. اگر پا به پای ما در این مؤسسه همراه باشید، به شما قول میدیم تا با جدیدترین روش‌های آموزشی و فنون بروز آموزشی شما رو یک قدم به موفقیت نزدیکتر کنیم. در خدمتتون هستم با درس یک سال نهم. درس اول سال نهم در ارتباط با موضوع پرسونالیتی یا صفت هستش. قبل از اینکه بخوام وارد مبحث درسی سال نهم بشم، لازم میدونم که نقشه اصلی کتاب نهم رو به شما آموزش بدم. قبل از اینکه هر کتابی رو مطالعه کنین، بهترین کار اینه که به فهرست اون نگاهی بندازین تا بدونین که کتابی که در پیش رو دارین شامل چه محتوایی هستش. درس یک کتاب شما در بخش‌های vocabulary, language melody, grammar, see also and key language گرده هم اومده. در بخش vocabulary شما لغاتی رو که با محتوای اون درس در ارتباطه باهاش آشنا میشید و تلاش میکنید با فراگیری اون لغات فن مکالمه که هدف اصلی یادگیری زبان انگلیسی است رو در خودتون تقویت کنید. در بخش بعدی ما با نواختهای صدا آشنا میشیم. خوب میدونید که در هر زبانی ما نیاز داریم که تون صدامون رو با جملاتی که بیان میکنیم تطبیق بدیم و ما در این 6 درس آموزشی که در کتاب نهم برای شما گرده هم اومده تلاش میکنیم تا فرمها و روشهای مختلف نواخت صدا رو به شما آموزش بدیم. در قسمت بعدی بحث شیرین دستور زبان و گرامر هستش. بچه ها، ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم با مخاطبینمون در ارتباط باشیم و بتونیم از زبان انگلیسی استفاده کنیم و ایجاد ارتباط کنیم، ساختار صحیحی رو به کار ببریم که حتما در بخش گرامر در هر درسی ما اون ساختار رو به خوبی فرا میگیریم و ازش استفاده میکنیم. و در بخش بعدی یک see also هستش که یک بخش اضافی در ارتباط با گرامر به شما آموزش میده و اصطلاحات و لغات و جملات کاربردی رو در بخش key language و زبان و لغات های جملات کلیدی به شما آموزش میدیم. وارد درس یک زبان انگلیسی میشیم با انرژی. خب بریم به استقبال مکالمه درس یک با عنوان پرسونالیتی. ازتون میخوام که خوب به مکالمه که میشنوید گوش کنید و حتما با مکالمه تکرار بکنید. دقت بفرمایید بچه ها. Lesson 1. Personality. بچه من به نکات کلیدی اشاره میکنم، خوب گوش کنید. Listen to the conversation between two cousins. Who is your best friend at school? Reza. What's he like? Oh, he's really great. He's clever and kind. Is he hardworking too? Yes, and he's always very helpful. How? He always helps me with my lessons.
خب دانش آموزان عزیز پایه نهم، توجه بفرمایید. در این قسمت قصد دارم که واژه به واژه مکالمه درس رو براتون تشریح کنم. اگر خوب همپای من جلو بیایید، مطمئن باشید که به بهترین نتیجه ممکن میتونید برسید. Listen to the conversation between two friends. بچه ها between برای مواقعی به کار میره که یه چیزی بین دو نفره، در واقع در این قسمت مکالمه بین دو نفر داره اجرا میشه. در واقع اگر بخوایم از کلمه بین در مواقعی که بیش از دو نفر حضور دارن استفاده کنیم، از واژه among استفاده میکنیم که در اینجا مکالمه بین دو پسر عمو داره برقرار میشه. خب این مکالمه بین احسان و پرهام داره صورت میگیره. احسان از پرهام میپرسه که Who is your best friend at school؟ این جمله با یک عبارت پرسشی WH دار شروع شده. عبارت پرسشی WH داره Who؟ WHO به معنای چه کسی. هرگاه عبارت پرسشی WH دار رو در صورت سوالی دیدید، در پاسخ قطعاً کسی که داره سوال از شما میپرسه میخواد که فردی رو بهش معرفی کنید. بله درسته، Who is your best friend at school؟ رضا. پاسخ سوال رضاست. Best یعنی بهترین، friend به معنای دوست. خب حالا که فهمیده بهترین دوستش رضاست، داره ازش سوال میکنه که یادت باشه محتوای فهرست درس یکم ما چی بود؟ پرسونالیتی، ویژگی های شخصیتی. حالا که فهمید بهترین دوستش رضاست، میخواد بدونه که رضا چه ویژگی های شخصیتی داره. پس ازش سوال میکنه What is he like؟ میدونید که برای اینکه بتونیم مختصرتر بیان کنیم، به جای What is از What's استفاده میکنیم. پس میگیم What's he like؟ اون چجور آدمیه؟ چجور ویژگی داره؟ و هی در مواقعی به کار میره که مخاطب و سوم شخص ما فردی مذکر باشه. او در پاسخ پرهام بهش میگه که He's really great. واقعا آدم خوبیه. He's really great. از great موقعی استفاده میکنید که یکی فوق‌العاده براتون آدم خوب و دوست داشتنیه. He's clever and kind. ما اینجا دو تا صفت و ویژگی میبینیم، دو تا پرسونالیتی میبینیم. بچه ها عنوان درس یک ما بود پرسونالیتی، یعنی ویژگی های شخصیتی. یعنی تو در ازای صحبت کردن در مورد پرسونالیتی باید یک صفت و ویژگی رو بیان کنی. خب clever یعنی باهوش و kind یعنی مهربان. پس اینجا این فرد یعنی پرهام دو ویژگی رو برای دوستش مطرح کرده. اون دو ویژگی چیه؟ کلور بودن و کایند یا مهربان بودن هستش که کلور رو عرض کردم، یعنی باهوش بودن. بله درسته. این کلمات رو برای خودتون توی دفترتون یادداشت کنید. همین الان یک کاغذ و دفتر کنار دستتون بذارید و کلماتی رو که میگم معانیش رو برای خودتون یادداشت کنید و با خودتون مرتبا اینها رو تکرار کنید. پس کلور به چه معنا بود؟ بله باهوش. و کایند به چه معنا بود؟ آفرین بر شما، به معنای مهربان. احسان سوال میکنه که Is he hardworking too؟ آیا آدم سخت کوشی هم هست؟ بچه این چویی که اینجا من براتون زیرش خط کشیدم در حین خوندن مکالمه، همین همیه که در ترجمه هم دارم. آیا آدم سخت کوشی هم هست؟ یعنی علاوه بر این که مهربون بود و آدم باهوشی بود، سخت کوش هم هست علاوه بر اونها. خب یادتون باشه یه نکته مهم، هرگاه در جمله‌ای که سوالی بود، وقتی جمله سوالیمون با افعال توبی سوالی شد، قطعاً پاسخ من یا یس داره یا نو داره. پس اگر جمله من با افعال توبی سوالی شد، پاسخم یا یس. اصلا بهش میگن یس نو کوئسشن. افعال توبی چیان؟ باریکالله میدونم که میدونید افعال توبی چیزی نیستن جز اما، ایزو، بله آر. ام و ایز و آر از افعال توبی هستن. ام، ایز، آر. خب اینجا ما ایز رو میبینیم و وقتی جمله با فعل توبی ایز سوالی میشه، ما قطعا در پاسخمون یس یا نو داریم. خب اینجا معلومه، گفته ایز هارد ورکینگ تو؟ یس، بله. And she's always very helpful.
تازه داره میگه خیلی هم آدم مفیدیه. Always به معنای همیشه. Always به معنای همیشه. او همیشه آدم مفیدیه. اسلام میپرسه How؟ چطور؟ چطوری؟ منظورت چیه؟ میگه He always helps me with my lessons. او همیشه تو درس‌ها به من کمک میکنه. پس always به معنای همیشه. یه نکته همینجا بهتون بگم، تو درس‌های بعدی مفصل‌تر در موردش صحبت میکنم. Always یک قید تکراره. تو انگلیسی بهش میگیم adverb of frequency، قید تکرار. کارشون چی آقا این قید تکرار؟ جواب، کار قید تکرار چیزی نیست جز بیان میزان تکرار فعل. خب فعل ما چیه؟ کمک کردن. میزان تکرار چقدره؟ همیشه. Always. He always helps me with my lesson. ممکنه توی دانش آموز که الان نشستی یه سوال برات اینجا ایجاد شده باشه. آقا اجازه، این help که تهش یه اس چسبیده، این اس اینجا چیه؟ به این اس میگیم اس سوم شخص مفرد. آقا اس سوم شخص مفرد چیه؟ هرگاه، نکته، هرگاه در جمله فاعل سوم شخص مفرد قرار بگیره، بعد از اون هر فعلی بیاد با اس همراه میشه، به اون اس هم میگیم اس سوم شخص مفرد. آقا فاعل سوم شخص مفرد چیه؟ هی، شی و ایت. هر چیزی هم که معرف هی باشه یا شی باشه یا ایت باشه جزء فاعل های سوم شخص مفرد به حساب میاد. مفصلا تو بخش گرامر براتون توضیح خواهم داد. خب میریم به بخش بعدی. موافقی میریم به بخش پرکتیس های کتاب؟ در این بخش امیدوارم که دیگه هیچ مشکلی براتون باقی نمونده باشه. حتما یه بار دیگه براتون برای خودتون مکالمه رو بذارین، تکرار کنید و نکاتی که من گفتم رو در کنار کتابتون ثبت کنید و مرتبا به اونها مرور کنید و نگاهشون کنید. خب میریم به بخش بعدی. دقت بفرمایید. خب در بخش بعدی ما مواجهیم با پرکتیس های کتاب، تمارینی که برگرفته از مفاهیمیه که کتاب توی درس یک انتظار داره تو از لغاتش یاد بگیری، از نکات دستوریش یاد بگیری و اونها رو به خوبی به خاطر بسپاری و با خودت تکرار کنی. خب مثل همیشه میخوام ازتون که خوب دقت کنید با جملاتی که داره براتون تکرار میکنه، شما هم تکرار کنید و زیر لب اونها رو با خودتون بخونید. خب خوب گوش کنید. The practice one. Talking about personality. One. Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. Are you hardworking? Yes, I am. Is he clever? Yes, he is. Is Zahra talkative? No, she isn't. Are they neat? Yes, they are. Are they upset? No, they're not. خب چیزی که من ازتون خواسته بودم این بود که به خوبی بتونید با متنی که کتاب براتون گذاشتیم تکرار کنید و ملکه ذهنتون بکنید. میریم به استقبالش و مجدداً براتون تکرار میکنم و نکات مهم رو مجدداً براتون خاطر نشان میکنم. Talking about personality، صحبت کردن در مورد ویژگی های شخصیتی. بچه تو این قسمت خیلی حواستون رو جمع کنین، کلیه چیزهایی که کتاب در درس یک میخواد یاد بگیری تو این قسمت در پرکتیس دو، یک و دو براتون فراهم کرده. پرکتیس وان، talking about personality، تمرین یک، صحبت کردن در مورد ویژگی های شخصیتی. Listen to the examples then ask an answer with a friend. Ask یعنی پرسیدن و answer یعنی پاسخ دادن. Are you hardworking? Yes, I am. یادتونه بهتون چی گفتم؟ گفتم اگر جمله ای با افعال to be سوالی شده باشه پاسخش یا yes داره یا no. نمونش رو اینجا میبینید. در این جملات در پرکتیس یک وجه مشترکشون چیه؟
تمام جملات پرکتیس یک همگی با افعال تو بی سوالی شدن و در پاسخهاشون اگر دقت بفرمایید همگی یا یس دارن یا نو دارن، یکی از این دو حالت خارج نیست. خب یه نکته دیگه که اینجا لازم میدونم خدمتتون بگم که مفصلتر حتما اگر با من همراه باشید و حوصله به خرج بدید در بخش دستور زبان و گرامر براتون خواهم گفت. نگران هیچی نباشید، ما 0-100 کتاب درسی رو بهتون به بهترین روش های آموزشی آموزش خواهیم داد. Are you hardworking? Yes, I am. از کی داره میپرسه؟ من دارم از تو میپرسم. آیا سخت کوشی؟ Are you hardworking؟ تو در مورد خودت پاسخ میدی؟ آره هستم. Are you hardworking؟ Yes I am. آره هستم. خب چرا از فعل کمکی are استفاده کردیم؟ ما 3 تا فعل کمکی to be داریم. Am, is, are. من هر موقع گفتم فعل کمکی از نوع to be میخوام که زیر لب با خودت تکرار کنی، 3 نوع بیشتر نداریم. اما is و are. خب استاد اجازه، ما از کجا بدونیم در کجای جمله از کدوم فعل کمکی تو بی استفاده کنیم؟ جواب، از فاعل جمله تشخیص میدی، از کسی که داری در جمله خطاب قرارش میدی باید تشخیص بدی. خب استاد یعنی چی خطاب؟ یعنی این، من اینجا دارم از کی میپرسم؟ از تو میپرسم. Are you. هر موقع که من فاعلم you بود از are استفاده میکنم، هر موقع فاعلم he she یا it بود از is استفاده میکنم، و در مواقع we و they هم از are استفاده میکنم چون are فعل جمع هستش، و برای I همیشه از ام استفاده میکنم. پس این افعال to be همگی پاسخهای yes یا no رو دارن. Is he clever? Is he clever؟ با من تکرار کن. آیا او باهوش است؟ یه نکته دیگه بچه ها، همیشه فعلای to be رو اگر خواستید در زبان فارسی به صورت معادل ترجمه کنید، فعل to be در فارسی ترجمه بودن رو داره. هر چیزی رو که خواستید بودنش و هستیش و اصلا بی یعنی بودن. من که میگم فعل to be، فعل to be یعنی بودن، که در اقسام مختلف بسته به فاعل هایی که ما داریم تفاوت میکنه. Is he clever؟ آیا او باهوش است؟ باهوش بودن او رو داریم مورد سوال قرار میدیم. Yes he is. پس با همون فعل و فاعلی که سوال کردیم پاسخ میدیم. آیا او باهوش است؟ Yes he is. آره باهوش است. Is زهرا talkative؟ talkative به معنای پرحرف، آدم پرحرف. آیا زهرا پرحرفه؟ یک نوع ویژگی شخصیتیه. در واقع در زبان فارسی ما مفهومی رو به نام صفت خوندیم. پرسونالیتی باید صفت رو بیان کنه، یعنی ویژگی. آیا زهرا آدم پرحرفیه؟ No, she isn't. نه نیستش، آدم پرحرفی نیست. Are they neat؟ آیا آنها افراد منظمی هستند؟ Oh, yes, they are. آره آدم های منظمی هستند، و داره تاییدش میکنه سوالو. Are they upset؟ آیا اونا غمگینن؟ No, they are not. یا they aren't، هر دو شکلش امکان پذیره. No, they are not یا no, they aren't. خب پس یه مرور اگه بخوام در پرکتیس یک براتون انجام بدم، بچه مشترک تمام جملات سوالی در پرکتیس یک داشتن فعل to be بود، و میدونید که اگر فعل to be در جمله سوالی داشته باشید پاسخش یا yes داره یا no، و همگی افعال که بودن رو دارن نشون میدن یک صفتی رو دارن مورد سوال واقع میکنن. اگه آماده باشید بی درنگ بریم به استقبال پرکتیس 2 که مفهوم مکالمه و دستوری درس رو به بهترین وجه ممکن یاد بگیریم. خب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید دوستان عزیز، در قسمت بعدی پرکتیس 2 رو ما براتون داریم. در پرکتیس 2 گوش کنید و با جملاتی که براتون خونده میشه تکرار کنید. Practice 2. Talking about personality. 2. Listen to the examples, then ask and answer with a friend. What's your friend like? He's very funny. What's your mother like? She's very kind and patient. What's he like? He is quiet.
What's she like? She is clever. What are you like? I'm a bit serious. What are they like? They are very kind. Angry. Brave. Careless. Cruel. Rude. Nervous. Quiet. Funny. Selfish. Neat. با این صفتهایی که داره براتون تکرار میشه خوب تکرار کنید و معانیش رو به ذهنتون بسپارید. اینها صفتهایی هستن که در یادگیری مبحث پرسونالیتی به خوبی به کارتون میاد. خب پرکتیس دو رو امیدوارم که تونسته باشید به خوبی با چیزی که براتون پخش شد همخونی کرده باشید و ایراد تلفظی درتون وجود نداشته باشه. یک بار دیگه اگر احتیاج دارید من براتون تکرار میکنم و نکاتی که درش نهفته است رو براتون باز میکنم. Practice 2 talking about personality. Listen to the examples, then ask and answer with a friend. What's your friend like? هر جا عبارتهای what و like رو دیدی یادت باشه فراموش نکن عبارتهای what و like داره در مورد ویژگی شخصیتی فردی است و سوال میکنه و فقط تنها کاری که از تو برمیاد اینه که ببینی چه کسی رو خطاب داده قرار داده. آیا تو رو خطاب قرار داده که میگه what are you like؟ اگر دوست تو رو خطاب قرار داده میگه what is your friend like؟ پس what و like به معنای دوست داشتن نیست، این اشتباه رو نکنید، به معنای فهمیدن کرکترها و ویژگی‌های شخصیتی یک فرده که ما می‌خوایم در موردش سوال کنیم و او رو مورد خطابمون قرار میدیم. What's your friend like؟ دوست چجور آدمیه؟ He's very funny. خیلی آدم بامزه و دوست داشتنیه. What's your mother like؟ مادرت چجور فردیه؟ She is very kind and patient. او خیلی مهربان و صبوره. بچه یه نکته رو همینجا بهتون بگم. Patient دو معنا داره. هیچ وقت معنی دو معنای این کلمه رو فراموش نکنید و به خاطر بسپارید. Patient در بعضی مواقع به معنای بیماره و در بعضی مواقع به معنای صبور. و تنها کاری که شما میکنید باید در جمله دقت کنید که قبل و بعد جمله در مورد چه موضوعی داره صحبت میکنه. در جایگاهی که معنای بیمار رو داره نقش اسم رو داره از نظر دستوری که تو انگلیسی بهش میگیم noun، و در جایگاهی که معنی صفت و adjective رو داره ما به معنای صبور بهش اطلاق میکنیم. She is very kind and patient. او خیلی مهربان و صبوره که همه مادرها مهربان و صبور هستن. What is he like؟ او چه جور آدمیه؟ ما یک فرد مذکر یا مرد رو مورد خطاب قرار دادیم. اون چه جور آدمیه؟ He is quiet. آدم آروم و ساکتیه. What is she like؟ اون خانم چه جور آدمیه؟ She is clever. میدونید بچه ها ما میتونیم برای تشدید بخشیدن به صفات از واژه very استفاده کنیم. میتونیم بگیم she is very clever، یعنی او خیلی باهوشه. What are you like؟ تو چطور آدمی هستی؟ میتونید ویژگی های شخصیتیتون رو توی کاغذ برای من بنویسید؟ میتونید همین الان یه کاغذ بردارید و با کلماتی که در کتاب در درس یک یاد گرفتید ویژگی های شخصیتی خودتون یا دوستتون رو بنویسید. I'm a bit serious. من یک کوچولو جدیم. وقتی از ویژگی شخصیتی سوال میکنن کلمه a bit به معنای یک کوچولو، یک کمی من جدیم. What are they like؟ اونها چه جور ویژگی دارن؟ اونها چه جور آدمایی هستن؟ They are very kind. گفتم از کلمه very برای تشدید بخشیدن به یک صفت میتونید استفاده کنید. very یعنی خیلی زیاد و پشت صفتها به کار میره و قید تشدید کننده یک صفت هستش. خب در این بخش پرکتیس دو رو هم به پایان رسوندیم. توی بخش بعدی که ازتون خواهش میکنم حتما همراه ما باشید، در این بخش ما
مطالبی رو در مورد ویژگی‌های شخصیتی براتون بیان می‌کنیم. حتما ازتون می‌خوام به این بخش دقت کنید که واژه‌هایی است مربوط به ویژگی‌های شخصیتی که در کتابتون اومده. من این واژه‌ها رو که در بخش قبلی براتون تکرار شد که امیدوارم خوب گوش کرده باشین و با کتاب تکرار کرده باشین، تو این قسمت مجدد براتون می‌خونم، تکرار می‌کنم و معانیش رو بهتون عرض می‌کنم. واژه اول هست angry. خب همونطور که از تصویر این کتاب معلومه، واژه angry به معنای عصبانی هستست. این بچه که به شدت خشمگینه و عصبانی. بچه ها، روش نوین آموزش زبان انگلیسی که در کتاب‌های شما مطرح شده، روشیست که میخواد شما با تصویر کلمات رو یاد بگیرید. من ازتون خواهش میکنم که اگر میتوانید معانی فارسی رو در کنارش ننویسید و با همین تصویری که در زیرش داره، در بالای واژه داره، واژه رو به خاطر بسپارید. angry به معنای همین بچه‌ای که دارید در تصویر می‌بینید و خشمگینه. brave به معنای شجاع. careless به معنای بی‌دقت و بی‌توجه. خب معلومه این راننده که در حال رانندگی با یه دستش داره با موبایل صحبت می‌کنه، شیرینی می‌خوره و چای می‌خوره، قطعاً یک راننده careless هستش. پس careless برای این درایور یک پرسونالیتی هستش و آدم بی‌دقتیه. واژه بعدی هست cruel. واژه بعدی هست cruel به معنای ظالم. خب مشخصه که این افراد که مظلوم واقع شدن و این سرباز داره بهشون ظلم میکنه. کرول به معنای ظالم و بیرحم. رود، خب معلومه بچه‌ای که پشت میز میشینه و موشک درست میکنه یک بچه گستاخ و شاید یک کمی بیادب باشه، که امیدوارم هیچ کدوم از شما دچار همچین مشکلی نشید در کلاس درس. رود به معنای بیادب یا گاهی گستاخ یا وقیح هستش که باز هم نوعی ویژگی شخصیتی محسوب میشه. خب در این قسمت دقت بفرمایید، واژه nervous. خب این تصویر شما رو یاد چی میندازه؟ یاد استرس، استراب. nervous، نرو یعنی عصب و فردی که nervous هستش یعنی عصبیه. واژه بعدی هست quiet. شما با تابلوی آرام باشید و ساکت باشید در بیمارستان ها مواجه میشید. کوایت به معنای آرامه و بی کوایت به معنای آرام باش یا ساکت باش. فانی به معنای دوست داشتنی و بانمک به کار میره که باز هم یک نوع پرسونالیتی یا ویژگی شخصیتی هستش. و واژه سلفیش از همین تصویر که فرد خودش رو در آینه میبینه، یعنی یک فرد خودبین یا خودرأی یا مغرور که یک صفت نگاتیو هست. بچه ها، ما صفات رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، صفات پازیتیو و صفات نگاتیو، یعنی صفات منفی و صفات مثبت. پازیتیو به معنای مثبت و نگاتیو به معنای منفی هستش. و نیت به معنای مرتب، منظم به کار میره که باز هم یک نوع ویژگی شخصیتی هستش، که امیدوارم این واژه ها رو به خوبی آموخته باشید. آماده اید بریم بخش بعدی؟ بخش بعدی کتاب بخشی است به نام intonation یا نواخت صدا. خب در بخش نواخت صدا ما چی رو میخوایم یاد بگیریم؟ ما در بخش نواخت صدا، اگر دقت کنید، گوش کنید و با ما همکاری کنید، جملاتی که گفته میشه رو حتما تکرار بفرمایید. دقت کنید، ما حتما در این بخش به شما خواهیم آموخت. Language melody. Listen to the conversation and pay attention to the intonation of affirmative sentences. Farzana is a clever student. Everybody likes her. Yes, I know. She's also very helpful. Well, you can ask her for help. Okay, I'll ask her to help me with my English. خب بچه‌ها، تو این قسمت در بخش اول کتاب هدفش این بوده که به شما بگه در جملات خبری ما مجبوریم تون صدامون رو کمی به سمت پایین متمایل کنیم. ما دو جور اینتونیشن داریم. اینتونیشن یعنی نواخت صدا. ما اینتونیشن افتان داریم و اینتونیشن خیزان داریم. ما به
اینتونیشن افتان در زبان انگلیسی میگیم falling intonation و به اینتونیشن خیزان در زبان انگلیسی میگیم rising intonation. خب علامت falling intonation در زبان انگلیسی فلشیست رو به پایین و علامت rising intonation فلشیست به سمت بالا. همه جملاتی که در این درس به شما آموزش داده شامل falling intonation یا آهنگ افتان هستش. متنی رو که شما در پیش روتون بود و مطالعه فرمودین و همراه با کتاب بررسی کردین متنی بود در مورد یک فردی که داشت دوستش رو توصیف میکرد و این متن قصد داشت که falling intonation رو به شما آموزش بده. چطور؟ از اونجایی که تمام جملات این متن جملات خبری بود، یعنی یک خبر مثبتی رو داشت به شما میداد. فرزانه is a clever student. بچه میدونید برای چی falling intonation به کار میره و اصلا چرا در کتاب به شما آموخته؟ برای اینکه تو بدونی هرگاه جمله شما به اتمام رسید، هرگاه جمله شما به انتها رسید، شما نیاز دارید که تون صداتون رو کمی به سمت پایین بیارید. یعنی وقتی شما یه جمله رو میگید و جملتون به نقطه میرسه، کمی باید صداتون افت کنه تا جمله بعدی رو با خیز بیشتری شروع کنین و دوباره در انتها صداتون افت کنه و به پایین بیاد. یعنی هدف اینه که مخاطب تو متوجه بشه که جمله اولیه تو تموم شد و میخوای جمله جدیدی رو شروع کنی. و هدف کتاب از این قسمت اینه که شما این رو آموزش ببینید. در بخش بعدی اگر دقت کنید حتما جملات خبری که دارای falling intonation هست رو به شما آموزش میده و باهاتون تکرار میکنه. Listen to the sentences below and then practice. One. He's very kind. Two. She's very patient. Three. You're very clever. Four. Everybody likes her. 5. I do my homework. 6. She works for a company. خب دقت کردیم بچه‌ها؟ تمام جملات این قسمت جملاتی بود که دارای آهنگ افتان بود. آهنگ افتان یعنی چی؟ آهنگ افتان یعنی انتهای جمله شما وقتی نقطه میاد صدای شما کمی افت میکنه. He's very kind. یعنی هرگز شما نمیگین He's very kind. میگین He's very kind. She's very patient. You are very clever. صدای شما در انتها افت میکنه. Everybody likes her. I do my homework. شما هرگز نمیگید I do my homework. میگید I do my homework. صدای شما در انتها افت میکنه که این اختاری باشه برای مخاطب شما که جمله جدید در حال شروع شدن هستش. She works for a company. او برای یک شرکت کار میکنه. She works for a company. خب در این قسمت با نواخت صدا آشنا شدید. اگه آماده باشید تا اینجای درس رو خوب مطالعه کنید و بهتون پیشنهاد میکنم در این قسمت حتما به انتهای کتابتون مراجعه کنید و لغاتی که مربوط به دیکشنری تصویری کتابتون در درس یک که همگی مربوط به صفات هستش رو بررسی کنید، مطالعه کنید، حفظ کنید، در یک کاغذ برای خودتون ثبت کنید و مکررن اونها رو برای خودتون تکرار کنید و با یادگیری اون لغات میریم به استقبال دستور زبان درس که با نکاتی که تا الان بهتون گفته باشم گفته بودم حتما اونها رو به خوبی فرا خواهید گرفت. خب همونطور که بهتون قولش رو داده بودم رسیدیم به بخش دستور زبان و گرامر
کتاب در درس 1 بهتون گفته بودم برای اینکه بتونیم یک جمله خوب و مفید ارائه کنیم باید جمله ما ساختار صحیحی رو داشته باشه تا مخاطب ما بتونه بفهمه ما چی میگیم با ساختار صحیح. رسیدیم به بخش گرامر کتاب و در این بخش من قبل از اینکه در کتاب به شما مفاهیم دستوری رو توضیح بدم به صورت مبسوط و مفصل براتون جزوه میگم و توضیح میدم. خوب دقت کنید، ورق قلم دم دستتون باشه و نکاتی که من میگم رو یادداشت کنید. خب پایه نهم، مبحث پرسونالیتی، درس اول، بررسی جمله و اجزای آن. اولین چیزی که من انتظار دارم شما بفهمید اینه که جمله از چه اجزایی تشکیل شده. تقریبا تمام آنچه در دستور زبان انگلیسی میخوانیم مربوط به جمله و اجزای اونه. وقتی شما یه مطلبی رو داری میگی قطعا داری یه جمله میگی و جمله عبارتی است که دارای فعل و عملی در آن انجام شده. پس بهتر است ابتدا با ساختار جملات در زبان انگلیسی آشنا شویم. همه جمله ها تو انگلیسی این ساختار ثابت رو داره. اولین عضو آن سابجکت که فارسی بهش میگیم فاعل، دومین جزء اون ورب که در فارسی بهش میگیم فعل، آبجکت که بهش مفعول میگیم، ادورب آف پلیس که قید مکانه، ادورب آف تایم. این ساختار ثابت جمله در زبان انگلیسیه که میدونید در زبان فارسی این ساختار کاملا متفاوته. چرا که ما در فارسی اول مفعول رو داریم بعد فعل رو داریم، یعنی در فارسی ما میگیم سابجکت آبجکت به علاوه ورب، ولی در انگلیسی برعکس اون رو داریم که این رو حتما باید به خاطر بسپارید. خب میریم به تشریح اجزای جمله در زبان انگلیسی. اولین قسمت فاعله. تعریف فاعل، فاعل چی هستن که ما در گفتیم اولین جزء جمله فاعله. انجام دهنده کار یا کننده کار رو ما در هر جمله فاعل میگیم. فاعل میتونه اسم باشه یا ضمیر باشه. اسم هر فردی رو ما میتونیم به عنوان انجام دهنده در نظر بگیریم و اسم فرد اگر اسم یک مرد باشه ما میتونیم ضمیر هی رو براش به کار ببریم و اگر اسم دختر باشه ضمیر شی رو براش به کار میبریم و اشیا و حیوانات رو با ایت خطاب میکنیم. خوب به این نکته دقت کنید. پس فاعل هم میتونه اسم باشه هم ضمیر که در اینجا ضمیره و در اینجا اسم و قسمت اولیه این دو جمله فاعله که انجام دهنده هستن. علی کامز، علی آمد. یعنی چی؟ عمل آمدن رو علی در حال انجامشه و هی هم ضمیری است که به جای فاعل به کار میره. ضمایر فاعلی عبارتند از ما ضمایر فاعلی مفرد داریم، ضمایر فاعلی جمع داریم. ما در فارسی میگیم من، تو، او، ما، شما و آنها. همین رو در انگلیسی اگر بخوایم ترجمه کنیم I, you, he, she و it، we و you و they. بچه ها نکته ای که من لازم میدونم به شما بگم، ما در زبان فارسی اگر فردی رو بخوایم خطاب کنیم چه مذکر باشه چه مؤنث، چه آقا باشه چه خانم، با او خطابش میکنیم. اما در زبان انگلیسی این موضوع تفاوت داره. ما اگر کسی رو در زبان انگلیسی که مرد هستش بخوایم خطاب کنیم با هی خطاب میکنیم، در صورتی که غایب باشه، یعنی سوم شخص مفرد از نوع غایب باشه، و اگر زن باشه یا خانوم باشه از شی استفاده میکنیم. پس اینها ضمایر فاعلی هستن که حتما بهتون توصیه میکنم اینها رو به خاطر بسپارید و حفظشون کنید. میریم قسمت بعدی، تعریف فعل. فعل چیه؟ همه جمله های انگلیسی باید فعل داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر جمله جمله است باید عملی در آن انجام شده باشد و همون فعله که در انگلیسی بهش میگیم verb. کاری را که فاعل انجام میده رو میگیم فعل. مثال I play، they play، من بازی میکنم، آنها بازی میکنن. کار من و آنها چیست؟ بازی کردن، که در این قسمت play فعل ما هستش. قسمت بعدی قید مکان ماست. قید مکان چیه؟ مکان انجام فعل رو قید مکان میگیم. جایی که عمل ما در جمله داره انجام میشه مکان، قید مکان میگیم، که بهش در انگلیسی میگن adverb of place. مثال هایی از قید مکان در اینجا داریم: here، at home، in the class، there، at school. همه اینها نشان دهنده مکان انجام فعل هستند. تعریف قید زمان، زمان انجام فعل رو هم قید زمان میگیم، که در انگلیسی بهش میگیم adverb of time. پس مثال هایی از اون هست: today، every day، yesterday، every other day، که قید زمان نشان دهنده زمان جمله ماست و فعل ما نسبت به قید زمان جمله ما
تغییر خواهد کرد که باید حتما در این نکته دقت نظر داشته باشید. و تعریف مفعول در جمله، مفعول کلمه ایست در جمله که عمل فعل روی اون انجام میشه. ما در جمله سه جزء اصلی داریم: فاعل، فعل و مفعول. فاعل انجام دهنده کار، فعل خود کار و مفعول چیزی یا کسی است که کار جمله روی اون انجام میشه. خب در این جمله سارا، ساو، علی. ساو شکل گذشته فعل سی هستش. سی به معنای دیدن در گذشته میشه ساو. سارا علی را دید. سارا چه کسی را دید؟ علی را دید. ما در زبان فارسی چه کسی را و چه چیزی را برامون معرف مفعول بودن. پس کلمه‌ای که بعد از فعل در جملات میاد همیشه مفعوله. نشانه مفعول اینه که بعد از فعل بیاد، چرا که کار فعل قراره روی مفعول جمله ما انجام بشه. و همونجوری که در جمله بعدی ملاحظه می‌فرمایید، میتونیم به جای علی ضمیر مفعولی یا ابجکتیو پرونام داشته باشیم. سارا ساو علی، سارا ساو هیم. سارا او را دید، یعنی به جای علی ما از هیم استفاده کردیم. و اگر علی به جای علی ما یک اسم خانوم یا دختر داشتیم، به جای هیم از هر استفاده می کردیم، که حتما این موضوع رو در قسمت ضمایر مفعولی در درس‌های بعدی مفصلا براتون توضیح میدم. این هم لیست ضمایر مفعولیه که حتما بهش دقت کنیم، مفصلا در درس‌های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. افعال کمکی. افعال کمکی چی هن؟ ما تو این درس میخواییم افعال کمکی توبی رو یاد بگیریم. قبل از اینکه افعال کمکی توبی رو یاد بگیریم، اصلا ببینیم فعل کمکی چی هست. افعالی هستن که در جمله معنی اصلی خود رو از دست میدن و برای تشکیل زمانهای مختلف به کار میروند. جای این افعال بین فاعل و فعل قرار دارد، ولی در مواردی جمله فعل اصلی ندارد و میتواند جایگاه فعل اصلی را اشغال کنه. یعنی چی؟ مثلا he is a boy، او یک پسر است. فعل کمکی از نوع to be میتواند نقش فعل اصلی رو در جمله ایفا کند. خب ویژگی های فعل کمکی: یک، بین فاعل و فعل اصلی میاد که در قسمت قبلی گفتیم. دو، انتقال فعل های کمکی به اول جمله یعنی قبل فاعل سبب سوالی شدن میشه در مواردی که جمله فعل کمکی نداشته باشد، مثلا زمان حال ساده که در درس‌های بعدی خواهیم خون، از افعال کمکی دو و داز استفاده میکنیم. مثال: He is a clever boy. با انتقال is به پشت فاعل داریم Is he a clever boy؟ یک جمله سوالی که با is شروع شده و با انتقال فعل کمکی to be به پشت فاعل ایجاد شده. لیست افعال کمکی. بچه‌ها به این لیست با دقت نگاه کنید. تمام افعال کمکیه که شما نیاز دارید اونها رو بشناسید. اولین قسمت افعال کمکی که تو این درس باش کار داریم افعال کمکیه to be هستن، در زمان حال ساده am و is و are، و در زمان گذشته was و were هستش، که همه به معنای بودن، have، has و had به معنای داشتن، do، does و did انجام دادن، could و can توانستن، shall و should به معنای علامتهای آینده هستن، و در قسمت بعدی will، must و ought تو که در قسمت‌های بعدی مفصلاً حتما در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. علت اینکه من اینها رو در این جدول براتون آوردم اینه که شما یک پیشنگاهی نسبت به تمامی افعال کمکی در زبان انگلیسی داشته باشیم، ولی اونچه که برای ما مهمه افعال کمکی to be هستش. مقدمه ما تموم شد و به محتوای درسیمون می‌پردازیم که افعال کمکی از نوع to be بودن. افعال کمکی از نوع to be در زمان حال ساده چیا بودن؟ افعال کمکی از نوع to be در زمان حال ساده همیشه گفتم بگید am و is و are، و در زمان گذشته ساده was و were. پس ما 5 نوع فعل کمکی داریم: am و is و are در زمان حال ساده و was و were در زمان گذشته ساده، که فعلا ما در این درس با افعال کمکی am و is و are در زمان حال ساده کار داریم. خب دقت بفرمایید، ام اول شخص مفرده، فقط برای ضمیر آی استفاده میشه. اگر یادتون باشه تو پرکتیس یک درس بهتون گفتم آی ام، آی همیشه با ام میاد. یادتونه بهتون گفتم که باید دقت کنید که فعل تو بی که در جمله به کار میبرید باید با فاعل جمله تطبیق داشته باشه. دقیقا همینجاست. از ایز برای سوم شخص به کار میبریم هی، شی و ایت، و از آر برای دوم شخص جمع و افعال جمع مثل وی، یو و دی استفاده میکنیم. پس اینها موارد کاربردی افعال تو بی هستن. به این مثال ها دقت کنید: I am a student.
با من تکرار کنید. I am a student. مثال دوم. He is a student. او یک دانش آموز است. از نوع مذکر یا مرد. مثال سوم. We are students. شاید براتون سوال باشه که چرا اینجا نسبت به جمله قبلی یک اس اضافه شده و یک ا کم شده. خب معلومه، مطمئنم که اینو میدونید، انقدر کلور و باهوش هستید که این رو بدونید، به دلیل اینکه ما دانش آموز هستیم، زیرا که تعداد دانش آموزان جمعه و اس نشان دهنده جمع بودن برای یک اسم و ا در اینجا نشان دهنده مفرد بودن. They are students و باز هم در اینجا اس نشان دهنده جمع بودنه و ما از فاعل they استفاده کردیم و بنابراین از فعل to be are که جمع هستش استفاده میکنیم. به این قسمت دقت کنیم. این جدول مشابهش در کتاب شما هم وجود داره. در این قسمت ضمایر فاعلی، در این قسمت افعال to be و در این قسمت یک صفت رو جا داده. خب اینجا کتاب میخواسته به شما بگه که ساختار جمله فاعل، فعل و بقیه اجزای اون هست که اگر ما فعل to be داشته باشیم حتما میتونیم بعد از فعل to be یک صفت رو داشته باشیم. I am happy. من خوشحال هستم. He یا she is happy. We, you یا they are happy. ما، شما یا آنها خوشحال هستند. پس فعل کمکی همیشه بعد از فاعل قرار میگیره، از نوع to be در جایگاه فاعل بعد از فاعل قرار میگیره، و اگر در زمان گذشته باشه was over، باز هم مثل زمان حال ساده بعد از فاعل قرار میگیره افعال to be. پس ما 5 نوع افعال فعل to be داریم: am و is و are و was و were، که در این قسمت در زمان حال ساده ما am و is و are رو براتون بررسی کردیم. دقت بفهمید نحوه سوالی کردن فعل to be. بچه‌ها به راحتی فعل to be رو، جمله‌ای که شامل فعل to be هر میشه سوالی کرد. یعنی چی؟ برای سوالی کردن این گونه جملات کافی است فعل to be رو به اول جمله قبل فاعل انتقال بدین. ما ضمایر فاعلی رو براتون مفصلا توضیح دادیم. کافیه که فعل to be am، is یا are رو به قبل فاعل جمله انتقال بدین و جمله سوالی داشته باشید. یادته توی پرکتیس های کتاب بهت گفتم اگر جمله‌ای با افعال to be سوالی شده باشه، جواب اون جمله یا yes داره یا no. در این قسمت هم من به این اشاره کردم این گونه جملات yes no questions نامیده میشن، چون جواب اینها همواره یا yes یا no. مثال: he is at home. او در خانه هست. میخوام سوالیش کنم، کافیه که is رو به پشت فاعل ببرم و بگم is he at home و پاسخ بدم yes he is. جمله بعدی: they are happy. They are happy. Are they happy? Are they happy؟ آیا آنها در خانه هستن؟ Yes, they are. پس با انتقال فعل کمکی به پشت فاعل در اینجا ما جمله‌مون رو به صورت سوالی تبدیل کردیم. این جدول دقیقاً در کتابتون وجود داره و خواسته با این جدول به شما آموزش بده که ما نسبت به جدول قبلی جای ستون افعال کمکی و ضمایر فاعلی رو تعویض کردیم و یک جمله سوالی ایجاد کردیم. Am I careful? Is he careful? Is she careful? Are we careful? Are you careful? Are they careful? و جملات سوالی رو ما به این صورت شکل میدیم. و در قسمت بعدی به راحتی ما میتونیم جملاتی منفی با افعال کمکی to be ایجاد کنیم. خب میرسیم به منفی کردن جملاتی که دارای افعال to be هستن. ما سوالی کردنشون رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم ببینیم چطوری اینا رو میشه منفی کرد. برای منفی کردن افعال to be کافیه که کلمه not رو به افعال to be اضافه کنیم. افعال to be رو که میشناسین، am، is و are، کافیه که not رو به اینا اضافه کنیم و یه جمله منفی داشته باشیم. مثال: he is a student. او یه دانش آموزه. خب الان میخوای بگی او یک دانش آموز نیست. خب به راحتی با اضافه کردن کلمه not به فعل کمکی to be میتونی چیکار کنی؟ میتونی جمله رو منفی کنی. He's not a student. او یک دانش آموز نیست. و در جمله بعدی: they are happy. آنها خوشحال هستن. خب به راحتی اگر بخوای بگی آنها خوشحال نیستن، با اضافه کردن کلمه not به فعل کمکی to be میتونی جمله رو به صورت منفی داشته باشی: they are not happy. خب دقت بفرمایید. این هم جدولیه که کتاب برای شما آورده و در بخش گرامر کتاب شما حتما این جدول رو خواهید دید. ما برای اینکه یک جمله رو منفی کنیم به همین شکل not رو به افعال to be اضافه میکنیم که در قسمت قبل به طور کامل براتون توضیح دادم. در این قسمت ما
شکل مخفف افعال to be رو که با فاعل ترکیب میشن داریم. یعنی اگر شما در عبارتی، در جمله‌ای یا نوشتاری یا سخنی به جای I'm رو شنیدید، هیچ تعجب نکنید، چون به صورت مخفف به کار رفته و مثل افعال کمکی دیگه که در حالت مخفف با فاعل خودشون به شکلی میان که شاید شما رو به اشتباه بندازن و شما با یادگیری این بخش به راحتی میتونین از عهده درک این قسمت بر بیایید. به جای he is a doctor میگیم he is a doctor، خیلی سریع‌تر و بهتر انجام میشه. به جای they are my friends میگیم they're my friends و این شکل رو میگیم شکل مخفف افعال to be و فاعل در زبان انگلیسی. خب تو این قسمت میرسیم به بحث صفات و ویژگی های اون. چرا ما احتیاج داریم که بخش بحث صفت رو در اینجا داشته باشیم؟ چرا که عنوان درس یک ما personality هستش. personality به معنای ویژگی های شخصیتیه. ویژگی همینجور که از اسمش پیداست، ویژگی یعنی صفت. صفت یعنی چیزی که قراره یک اسم یا یک چیزی رو وصف یا توصیف کنه. پس من برای اینکه بتونم صفتها و پرسونالیتی رو یاد بگیرم، نیاز دارم بدونم از نظر دستوری صفت چیست و صفاتی رو که میخوام به کار ببرم در کجای جمله به کار ببرم. خب میریم که این بحثم یاد بگیریم تا بتونیم به راحتی از این مبحث و از این درس استفاده کنیم. تعریف صفت. صفت کلمه ایست که اطلاعات بیشتری از اسم به ما میدهد و به عبارت دیگر ویژگی اسم را بیان میکند. مثلا میگم tall boy، he is a tall boy، علی is a tall boy. من در مورد علی با بیان ویژگی و صفت بلندی قد یک توضیح بیشتری نسبت به اسمش دادم، یعنی اسم علی رو بیشتر وصف کردم. این صفتی رو که ما یاد گرفتیم کاربردش رو و استفادهش رو چطوری استفاده کنیم و کجا به کار ببریم، یعنی جایگاه صفت کجاست؟ دو جا، یا قبل از افعال یا قبل از اسم یا بعد از افعال to be. در اینجا براتون نوشته شده صفت همیشه یا قبل از اسم یا بعد از افعال to be می آید. در مثالهای قبلی هم دیدیم he is clever، clever صفت هستش و is فعل to be. خب در این مثال ها دقت کنید، tall boy گفتیم صفت شاید قبل از اسم بیاد، boy یک اسمه و صفت در پشت سر اون اسم اون رو توصیف کرده. big plane هواپیما یک اسمه و big بودن یک ویژگی و صفت که در زبان انگلیسی بهش میگیم adjective، یک توصیفیست برای هواپیما. he is tall، او قد بلند است، فعل صفت بعد از فعل to be به کار رفته. she is clever، باز هم صفت بعد از فعل to be به کار رفته. they are cruel، باز هم در اینجا مثل موردهای قبلی. you are generous، generous به معنای بخشنده یا دست و دل باز، که باز هم میبینید این صفت بعد از افعال to be به کار رفته. خب بخش intonation رو من در کتاب درسی برای شما توصیف کردم. یک جدولی رو من برای شما اینجا آوردم در مورد نواخت صدا که میخوام بهش دقت کنید. اول میخوام یه توصیف و تعریفی از مفهوم اینتونیشن براتون داشته باشم. تون صدا در قسمت‌های از جمله بالا و پایین رفته و تغییر میکنه که این تغییر تأثیر معنایی در جمله خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که این مفهوم با استرس و تکیه در کلام کاملا متفاوت هستش. خب آنچه در کتاب درسی سال نهم میخونیم که در 6 درس برای شما به تفکیک در درس‌های مختلف ارائه شده، مفهوم falling intonation و rising intonation هستش که در قسمت قبلی درس براتون مفصلا توضیح دادم که اگر دقت بفرمایید در این جدول تمامی مفاهیم falling و rising intonation که در کلیه 6 درس کتاب شما اومده رو براتون اینجا آوردیم. بچه همیشه یادتون باشه اگر جمله خبری داشته باشیم یا جمله‌ای داشته باشیم که با اسم پرسشی WH-دار شروع بشه، ما قطعا یک اینتونیشن رو به پایین داریم. به مثال ها توجه کنید. We had an accident. We had an accident. There is a cat in the yard. پس جمله به صورت افتان بود. What do you study? When did they go to school? Where is my coat?
پس جمله در اینجا آهنگ افتان داره و در مورد آهنگ خیزان ما در مورد تمام افعال کمکی که در قسمت قبل براتون گفته شد افعال to be آهنگ خیزان داریم. Is he clever? Are they playing football? Does he like summer? Do you have lunch at school? و جملات تعجبی که معمولا در انتها علامت تعجب دارن. It's fantastic. It is fantastic. There is a big class. و ما آهنگ خیزان یا rising intonation رو داریم و جملات تعجبی که با what شروع میشن. What a beautiful flower. What a big class. و ما یک جمله ای رو داریم که با what شروع شده ولی جمله تعجبی است. حواستون باشه این what رو با این what اشتباه نگیرید. whatی که در جمله افتان هست سوالی است و whatی که در جمله خیزان هست تعجبی است. خب قبل از اینکه سراغ کتاب بریم تمارینی رو براتون طراحی کردیم که اون چه که آموزش دادیم بهتون رو تو این تمارین خودتون رو ارزیابی کنید. حتما دقت کنید به این تمارین و اونها رو انجام بدین. تمرین اول در مورد لغات هست. حسین is a جای خالی student. بچه این سبک سوالات امتحانی شماست. خوب بهش دقت کنید. شما امتحان خرداد ماهتون یک امتحان کشوریه و این سبک سوالات سبک سوالاتی که در آزمون‌های خرداد ماه از شما سوال میشه و شما رو ارزیابی میکنه. Everybody likes him. بچه همین که میگه everybody likes him یعنی یک صفت مثبت میخواد ارائه کنه. ما وقتی نگاه میکنیم تو گزینه‌ها دو صفت منفی هست و یک صفت مثبت. پس کسی که همه دوستش دارن نه خودخواهه نه گستاخه. پس clever و باهوشه. پس ما از گزینه selfish و clever استفاده نمی کنیم و از گزینه selfish و rude استفاده نمی کنیم و گزینه clever رو انتخاب می کنیم. حسین is a clever student. Everybody likes him. حسین پسر باهوشیست. همه کس دوستش دارن. سوال دو. مینا helps her friends. She is very. بچه ها کسی که به دوستانش کمک میکنه میتونه آدم مضطرب و عصبی باشه؟ نه. میتونه آدم بانمک یا دوست داشتنی باشه؟ نه. قطعا پاسخ ما گزینه kind یا مهربان هستش. حتما فردی مهربان. پس یک ادجکتیو از نوع پازیتیو و مثبت ما میخواییم برای این سوال. ایران is a جای خالی country. ایران is a beautiful country. ایران یک کشور زیباست. My little brother is جای خالی. He is not talkative. بچه ها اینجا میخواد از روش متضاد استفاده کنه. یعنی شما تضاد صفات رو تشخیص بدید. دقت کنید به سوال. شما نباید صرفا اینجا یک صفت رو قرار بدید. شما احتیاج دارید که ادامه جمله رو بخونید و ببینید در تضاد با چه صفتی اینجا جای خالی رو باید پر کنید. میگه He is not talkative. او آدم پرحرفی نیست. وقتی پرحرف نیست پس چیه؟ باریکلا آدم ساکتیه. پس he is shy یا خجالتی. shy به معنای خجالتی یا کم حرف. ممنون از اینکه تا اینجا رو با ما همراهی کردیم بچه‌های عزیز. در این قسمت پاسخ‌ها رو ملاحظه می‌کنید. خب بچه‌ها من ازتون می‌خوام این متن رو بخونید و قسمت‌هایی که براتون قرمز شده رو بررسی کنید. چرا این قسمت‌ها براتون قرمز رنگ شده؟ I am a student. I am 13 years old. آیا تو اینجا ایرادی در جمله ها می‌بینید؟ نه. They is my friend. نه غلطه. به همین دلیل این قسمت قرمز شده. به خاطر اینکه ما نمیتونیم با فاعل they is رو داشته باشیم. ما با فاعل they باید آر رو داشته باشیم. بچه ها این سوال رایجی است که همیشه در امتحانات نهایی شما رو به اشتباه میندازه و اگر اندکی دقت کنید و همراه ما بیاید هرگز در این مپس اشتباه نمی کنید. همه ساله در امتحانات نهایی شما سوالی رو دارید که عبارتی رو به شما میدن و میخوان که غلطهای اون عبارت رو براشون مشخص کنید و صحیح اون رو بنویسید. There is 30 students in our class. بچه ها نمیتونیم برای 30 دانش آموز که جمع هست ما فعل مفرد رو داشته باشیم. پس قطعا اینجا هم باید فعل جمع که آر هستش رو از نوع to be داشته باشیم. Our teacher are very helpful. بچه ها معلم ما یک نفره. نگفته our teachers. اگه از واژه our teachers استفاده میکرد این اسم جمع بود و بعد فعلش هم جمع میومد. وقتی از our teacher استفاده کرده پس ما این رو قبول نمی کنیم و is رو به جای اون جایگزین می کنیم. Our teacher is very helpful.
خب بچه های عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجای تمارین با ما همکاری کردین. خب امیدوارم که تا اینجای مبحثمون خسته نشده باشید. پر انرژی میریم سراغ کتاب و باقی مانده کتابمون رو در درس یک به اتمام میرسونیم. چیزی از کتاب نمونده بچه ها، پر انرژی بقیهش رو ادامه میدیم. رسیدیم به بخش گرامر و رفتیم اونها رو در قسمت جزوه و درسمون مفصلا توضیح دادیم. این جدول رو شما در اون قسمت ملاحظه فرمودین. Look at the table below and listen to your teacher's explanation. یعنی به جدول زیر نگاه کنید و به توضیحات معلمتون گوش کنید که مفصل در این باره بهتون توضیح داده شد. گفتیم جملات خبری مثبت افعال to be دارن، ابتدا فاعل، فعل کمکی to be و صفت رو داریم. و در قسمت بعدی اگر بخوایم یک جمله رو به صورت سوالی در بیاریم، جایگاه فعل کمکی و فاعل رو عوض میکنیم و جمله رو به صورت سوالی در میاریم. در قسمت بعدی کتابتون ما فعل to be رو در حالت مفرد و جمع بهش اشاره میکنیم. به چه معنا؟ اگر ما بخواهیم از عبارت وجود داشتن در زبان انگلیسی استفاده کنیم، there is و there are رو به کار میبریم. There is به معنای وجود دارد و there are به معنای وجود دارند. یعنی there is مفرده و there are به صورت جمع به کار میره. خب همینجور که در ادامه جمله هم میبینیم، there is an eraser in the classroom. یه دونه پاکن داخل کلاس وجود دارد. There is a computer in the classroom. یه دونه کامپیوتر توی کلاس وجود دارد. بچه ها دقت بفرمایید که ما در اینجا فاعل وجود دارد رو برای یک شیء به کار میبریم. دقت کنید، ا و ان معرف یک هستند. ما در مواردی که کی میدونه فرق بین ا و ان چیه؟ باریکلا، خوبه که میدونید. ما در مواردی که اسمی که میخواییم یه دونه ازش رو بگیم اولین حرفش یک حرف بی صدا باشه، از ا استفاده میکنیم. حروف بی صدا و حروف صدادار چی هن؟ A, E, I, O و U حروف صدادار و در زبان انگلیسی هستند و الباقی حروف حروف بی صدا هستند. پس سی جزو حروف بی صدا هست و اگر ما بخوایم یک عدد از یک کامپیوتر یا کامپیوتر رو بیان کنیم، از A یا One استفاده میکنیم. و چون یه دونه است، فعلمون هم باید مفرد باشه و از is استفاده کنیم. پس there is a computer in the classroom یا there is one computer in the classroom. و چون eraser به معنای پاکن حرف اولش ایه، پس من باید از an که حرف تعریفه استفاده کنم. There is an eraser in the classroom. در قسمت بعدی دقت کنید که ما two, three, many و some داریم. Two یعنی دو عدد، three یعنی سه عدد، many یعنی بسیار زیاد و some یعنی تعدادی. خب وقتی که بیش از یک عدد از چیزی رو ما داریم، باید از فعل کمکی to be are استفاده کنیم. چرا که در قسمت جزوه بهتون گفتم فعل کمکی to be are جمع هستش. There are two students in the classroom. چرا اینجا اس اومده؟ به خاطر اینکه بیش از یک عدد از یک چیز رو ما در اینجا داریم. There are two students. پس ما اس رو به کار میبریم. خب در این قسمت، در قسمت see also، ما حالت مخفف رو داریم که در قسمت قبلی بنده براتون مفصل توضیح دادم که ما میتونیم به صورت خلاصه I am رو I'm بیان کنیم و ادامه قسمت‌های اون رو که حتما در کتاب مطالعه کنید و اگر اشکالی داشتید حتما به جزوه‌مون مراجعه کنید که در قسمت قبلی در موردش صحبت شد. خب در این قسمت کتاب ما یک متنی رو داریم که بهمون گفته که Find and underline to be verbs in the passage below. یعنی بیاب و زیرش خط بکش چیو؟ افعال to be که در متن زیر به کار رفته. خب من میخوام کمکتون کنم برای پیدا کردن و خط کشیدن زیر افعال to be. خب همین اول من I'm رو میبینم که معرف I am هستش که در قسمت قبلی گفتم برای حالت مخفف از I am به شکل I'm استفاده میشه. I'm محسن، من محسن هستم. This is my classroom. Is فعل to be هست در اینجا. این کلاس من هستش. There are 25 students in my class.
آر در اینجا فعل کمکی to be هست و از آر استفاده شده چرا که ما بیش از یک عدد دانش آموز داریم. ما 25 دانش آموز داریم. اگر یک دانش آموز داشتیم چی کار میکردیم؟ باریکلا از is استفاده میکردیم و میگفتیم there is a student و اینجا ما بیش از یک دانش آموز رو داریم. I have a lot of friends. My best friend is Wahid. Is در اینجا فعل کمکی to be هست. He is a good student. He is در اینجا به صورت مخفف نوشته شده که بهتون گفتم He is به این شکل میتونه در بیاد در حالت مخفف. He is helpful and hardworking. او مفید و سخت کوش هستش. Is هم در اینجا باز فعل کمکی to be است. But اما باز به معنای اما هستش. He is not very careful. او خیلی با توجه و با دقت نیست. اگر یادتون باشه ما واژه careless رو در لغات داشتیم به معنای بی‌دقت و بی‌توجه که متضاد اون واژه careful هست به معنای با توجه و با دقت. بچه‌ها دقت کنید، ما در اینجا فعل to be رو به شکل منفی داریم. یادتونه در بخش جزوه بهتون گفتم که اگر not رو به فعل to be اضافه کنیم ما حالت منفی داریم. پس اینجا he is not یک عبارت منفیه. He is not very careful. او خیلی با دقت نیست. یعنی پس چیه؟ پس آدم carelessیه وقتی آدم carefully نیست. آدم بیدقتیه وقتی آدم با توجهی نیست. He usually forgets important things. او معمولاً فراموش میکند چیزهای مهم را. important به معنای مهم هستش در زبان انگلیسی. It is a big problem. این یک مشکل بزرگ است که it is در اینجا به صورت it's نوشته شده که گفتم به صورت مخفف میتونه به شکل it's در بیاد. خب در این قسمت شما دقت داشته باشین که میتونید با دوستانتون این بخش رو تمرین کنید. Tell your classmates 5 things about you and your family members. بچه برای خودتون یه کاغذ و قلم بذارید جلوتون و 5 مورد از ویژگی های افراد خانوادتون رو بنویسید. میتونید از جملاتی که داخل درس هستش استفاده کنید. من برای مثال چند تاش رو براتون میگم. اینجا گفته My sister is really kind. دوست خواهر من واقعا آدم مهربونیه. میتونید بگید My mother is very patient. My father is very hardworking. My brother is very funny. و جملاتی رو در این سبک میتونید برای family members یا اعضای خانوادتون داشته باشید. خب بچه ها در این قسمت ازتون خواهش میکنم که به این مکالمه‌ای که اینجا اتفاق میفته خوب و با دقت گوش فرا بدین. Listening, reading, and writing. A. Listen to the conversation and fill out the table below. Who is she, Anita? She's my mother, Zahra. Tell me about her. What is she like? Well, she's great. She's very kind and helpful. B. Listen to the audio and answer the questions below. Iran is a great country. There are a lot of cities and villages in Iran. Iranian people are very kind and friendly. They are also brave and hard-working. We all love our beautiful country.
خب بچه به این قسمت خوب دقت کردین. در بخش اول listening, reading and writing یه مکالمه انجام شد که فرد مادرش رو به دوستش معرفی کرد که نامش زهرا بود و ویژگی ها رو تحت عنوان kind, great و helpful برای مادرش معرفی کرد که اگر باز هم به مکالمه خوب گوش بدین میتونید این ویژگی ها رو دوباره از توش پیدا کنید. و در بخش بعدی یک فردی در مورد کشور عزیزمون ایران صحبت کرد، گفت ایران is a great country، ایران یک کشور بسیار عالیه و چند ویژگی و صفت رو در مورد ایران گفت که من دوتا از اونها رو اینجا نوشتم. در مورد مردم و افراد ایرانی چند صفت رو برای ما آورد. What are Iranian people like؟ مردم ایران چجور آدم هایی هستن؟ Iranian people are، مردم ایران، مهربان یا شجاع هستن. پس از ویژگی های مردم ایران زمین شجاع بودن و مهربان بودن بود که در جمله هایی که شنیدین چند تا از اونها رو بهش اشاره کرد که امیدوارم مجدد اونها رو گوش بدین و این چیزهایی که من نوشتم رو در اون متن بشنوید و بهش دقت داشته باشید. خب توجه داشته باشید به بخش بعدی درس. در این بخش تعدادی سوال از شما انجام شده، reading, speaking, listening and writing، یعنی هم بخوانید، صحبت کنید، گوش بدید و بنویسید. خب بچه ها سریع باشین، دست به قلم بشیم. خب میخوایم یادداشت کنیم، حتما توی کتابتون این موارد رو بنویسید. تمام این سوالات از شما و اطرافیانتون پرسیده شده. Read the following questions card then ask your classmates. شما باید با دوستانتون اینها رو تبادل نظر کنید، از دوستانتون این رو بپرسید و نظراتتون رو در مورد ویژگی های دوستانتون در اینجا بنویسید. میتونی از دوستت سوال کنی Are you brave؟ و دوستت پاسخ میده Yes I am. Are you brave? Yes, I am. Is your brother talkative? آیا برادرت پرحرفه؟ اگر برادر شما پرحرفه می نویسید Yes, he is. اگر برادر پرحرفی ندارید می نویسید No. No. He is not. یا اگر بخوایم در حالت مخفف داشته بنشیم می نویسیم He isn't. این حالت مخففه که در قسمت قبل هم گفتم ما he is رو به شکل he is میتونیم داشته باشیم و he is not رو به شکل he isn't میتونیم داشته باشیم. No he isn't. He is shy. او آدم کم حرف یا خجالتیه. یا میتونیم بگیم he is quiet. Are your family members neat؟ آیا اعضای خانواده شما منظم هستن؟ پاسخ میدید Yes. حتما همینطوره. Yes. They are. بله آنها هستند، آنها منظم هستند. لزومی نداره که در قسمت پاسخ کوتاه نیت رو تکرار کنید. Yes they are. اگر از شما خواستم پاسخ طولانی تر بدید و جای خالی با جای پاسخ طولانی تر رو براتون داشت می نویسید Yes they are neat. خب سوال بعدی Who is brave؟ همیشه در پاسخ کلمه پرسشی هو ما اسم فردی رو باید معرفی کنیم. چه کسی در اطراف شما شجاع است؟ میتونید یکی از دوستانتون رو معرفی کنید، مثلا علی. سوال بعدی Who is friendly؟ چه کسی خیلی صمیمیه؟ معنای واژه friendly به عنوان یک پرسونالیتی یا ادجکتیو هست صمیمی، خونگرم، اجتماعی. خب چه کسی در دوستانتون اجتماعیه؟ چه کسی در دوستانتون آدم گرم و خوش معاشرتیه؟ میتونید معرفیش کنید، مثلا سارا. و What's your father like؟ ویژگی های شخصیتی پدرتون رو میتونید اینجا بنویسین. For example برای مثال میتونید بنویسین He is really، really به معنای واقعا، kind. او واقعا مهربانه. یا he is really hardworking. او واقعا سخت کوشه، که میتونه جز ویژگی های شخصیتی پدرتون باشه. و در این قسمت کتاب از شما خواسته که ویژگی های شخصیتی که در مورد دوستانتون، همکلاسی هاتون، معلمانتون یا خویشاوندانتون به عبارتی friends, classmates, teachers و relatives به معنای خویشاوندان
ازشون بپرسین و در یک دفتر برای خودتون ثبت کنید. پس حتما دقت کنید در پرسیدن ویژگی‌های شخصیتی اطرافیانتون و اونها رو بدونید که به چه شکل باید بنویسین و حتما قبل از اینکه اونها رو بنویسین و ازشون بپرسین از عبارت‌های پرسشی مناسب استفاده کنین. عبارت پرسشی what و like رو به یاد بیارین. یادتون باشه که وقتی می‌خواید ویژگی و صفتی رو مطرح کنین، اون ویژگی و صفت رو باید از نظر ساختاری و دستوری بعد از افعال توبی به کار ببرید. خب در این قسمت درس یک کتاب ما به پایان میرسه. امیدوارم که تونسته باشیم لحظات خوبی رو در کنار هم دیگه سپری کرده باشیم. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.